اینجا کلاد ناین و من دارم نقاشی هایی که کشیدم در واقع به نمایش در بیارم. این امروز 14 اپریل 2017 است. خب از اینجا من فعلا شروع کردم. این بلک اند لایت هایی که کار کردم، اینم که برج آزادی یا برج شهیاد که پشت سرش هم برج میلاده، حالا بقیه دیگر یواش یواش داریم نشون میدم به ظاهر کار در حدی که توان کاری باشه. اینم مری مونروه، اون پیشه بود، اون پیشه قدیمی که الان 70 کفن پوسیده. و حال میاییم حرکت میکنیم تو زاویهی که داریم، میاییم به کلاد گیبل میرسیم. کلاد گیبل فیلم بعد بود رفته بازی کرده اون موقع که این باشه، این گوشه اون فیلم کلاد گیبله، اونم به سبک بلک اند لایته. بعد میاییم رو این دختری که داره قلیون میکشه و اون حالا قلیون دود میکنه و خوبم دود میکنه باری کرده. ببینیم حالا چطور میشه. همه اینا نقاشی های بلک لایت هستن. من مرتب تکرار میکنم به دلایلی که تو روحی کاری من هست. اینم که آقای باب مالیه. این آقای باب مالی هم که خواننده و موزیسین بزرگ آهنگای در واقع لاتینه. میاییم روی این یکی که کارهای هنری دیگری هستن، بازم بلک لایت هم. ولی این نقاشی که این روبرو قرار میگیره، میاییم که کلاد ناینه، این دیگه نقاشی رنگ روغنه و اون بلک وایت نیست، بلک اند وایت نیست. اینم که خود آقای کرسه و شیدا خانم که همسر عزیزشون باشه، و این نقاشی در سال 2016 از طریق گوگل و شبکه ایرانی ما، بین المللی ایرانی ما MA، اینم شد بهترین نقاشی. بعد میگردیم میریم روی اون یکی که این خانم خوشگلم قبلا دختر همسادمون بود، حالا دیگه مثل که شوهر کرده یه 6-7 هم شوهر داره، نمیدونم حالا هرچی شد شد، خدا پدرش بیامرزه که باشده که این گرفتیم ازش. اینم که شما دوباره مثل نقاشی های فضایی میبینین ازش. اینم که آقای جاسم جکسون یا مایکل جکسونه که تا الان بعد برش نشده، البته اومد مسلمون شد و بعد که فهمید مسلمون شده سکته کرد و مزعوم است دیگه. اینم تقصیر خودش نبود، تقصیر اطرافی ها بودن که تبلیغات کردن برش زمون بسته. اینجا هم که بیاییم این کاخ شورا یا سورا، یکی از 24 یا 28 کاخ چیز شیراز تخت جمشیده که البته آثار زیادی ازش باقی نمونده. این آثار زیادی که میگم باقی نمونده، تقریبا شما نزدیک به 300 سال پیش فرانسوی ها که برای اولین نوبت اومدن، 350 سال پیش که فرانسوی ها برای اولین نوبت اومدن ایران، اینا اون موقع هنوز جایگاه داشت، ولی بعدن تیکه 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 قرنش برن، هر کی اومد سرم خودشو بود، این فرش گلستان کاخ آقای تاق کسرا که هر کی اومد سرم خودشو بود و حالا هرچی به ما معبودیم. اونم که همکار قبلی منه که آقای چیف علی بهش میگفتیم، 5-6 تا از این ساختم برای اوکلاهاما و قرنش برن یک سمون پول من به ندادن. خب خدا پدرشون رو بیان بازه که باز واقع کردن تا یه حدی به ما رسون. در این هم که بار یک کلاب ناین هست به قول خودمون با زیبایی های کار خودش. این هم یه دختر دیگه همسایمونه که بعدا خودش معرفی کرد، تا اون موقع من یادم نبود، بعد که یادم بود پشیمون شدیم که چرا دوباره اکسیشی که شدیم. به خوب گفتم نه. خب اینم از اینجا اینم رد بشیم. اینم که مرکز قیوم و قیوم شناسیه، بله اونم آقای قیومدار همه هست و آقای کرسی که میگفتیم همین آقا هستن، کرس روحانی آقا. ما اومدیم روی این منطقه، این کاریست که
من انجام دادم که سال 2014 بهترین نقاشی دالاس شناخته شد به عنوان بهترین طرح و کاری که من انجام داده بودم. حالا دیگه چه کاری هم انجام داده بودم اون سر جای خود میمونه، نمیدونم. حالا اینم گوشه های کاره، اینم عزیزی است که اومده کاری کرده با دشمن که من باشم، آقا نیما، و ایشون دیجی بزرگ شهر ما هستن. البته یه دیجی دیگه هم داریم بغل دستمون واسطه تو هی میگه پس من چی میگم تو هستی که ایشون باشن. بهترین دیجی شهر دالاس هستن. اینم که قربون دوباره برگشتیم رو همون اول خط یا انتهای بازی، شاد شادکان باشیم. اینم از اینجا یه نمادی از اینجا برای شما گرفته باشم، بد نیست. اگر نیما اگر یه خود نور اونجا کم بکنی فکر کنم اونا رو میدون. آره میدونی چطور کم میشن؟ چه؟ بالا دست راست؟ بالا پایین؟ نه پایین 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 تر. آها آها، این هم نمادی از خود کل اینجا. این هم دوباره خود آقای کلس روحانی هم. بله این هم دیگه که کار ما بودن و همه چی. آه شاد شادکان باشین، ممنونم برای همه چی.